و این افتخار بزرگی است که جهانی هم هست و بعد شاهنامه با این و چرا اینقدر ما تاکید میکنیم شاهنامه با این که صورت ظاهرش همش جنگ است اما همش فریاد صلح هست و فریاد آزادی بله. فریاد داد است و دادگستری و داد و دهش و در این باب قطعا این رو در فصل بندی میکنم حتما فصلهای گوناگون خواهیم صحبت کرد قطعا این کار رو باید بکنیم که خواهیم کرد جابر آذر قبل از اینکه این سروده ستاره جاوید رو غزل برای مصدق این سروده رو برای شنوندگان عزیز بخونید من این موضوع رو اشاره کنم به دو نکته یکی این که با اون همه سروقامتی و بزرگی اندیشه مصدق میبینیم که در فروتنی و تواضع و افتادگی برترین ها بود و هیچ وقت و هیچگاه ادعای رهبری و فرماندهی نکرد و همواره در بسیاری گفتگوهاش که تأکید روش میکنه به خدمتگذاری ملت افتخار کرد این یک نکته بود و در این حال و در این اینکه فرمان او رو ملت به جان میپذیرفت یک گام بر خلاف همون قانونی که همواره از او دم میزد بر نداشت میدانی که به عنوان مثال این در تاریخ ما نمونه است حتی میتواند مورد انتقاد واقع شود که بعد از اینکه در حقیقت چشم امنیتی مصدق یعنی رئیس شعبانی کل کشور یعنی سطحی بر شهر توس رو ایادی به عنوان پیش زمینه گودتا رو بودن و در او غار کشتند و بعد از اینکه به موجب یادداشت شادزبان دکتر غلام حسین صدیقی وزیر کشور گفت رفتم 248 ساعت در شهربانی نشستم در شهربانی کل که میدانی شهربانی کل لحاظ ساختاری جز وزارت کشور بود بله بله ها پرونده کشف کرد که آقای سلشکر زاهدی آقای دکتر مظفر بقایی بله خواب و کاشانی از ماجرای رو بودن از شکنجه کردن و کشتن افشار توس دست داشتن سرتیپ محمود افشار توس و اینها وقتی این مورد تغییر باقشتن میدانید چه کردند به مجلس پناه بردن کدام مجلس مجلسی که کاشانی رئیسش آقای کاشانی بود بله کدام رهبری میشناسیم در تاریخ به خصوص در اون دوران که با اون درجه از قدرت و با اون درجه از محبوبیت با این همه مصدق ساعت مجلس این احترام گذاشت که قوای نظامی دستور نداد که این های برن از مجلس بشن بیرون حکم حکومتی صادر کار دیگه ای که کرد وقتی دید مجلس تبدیل شده به پایگاه این تحریکات علیه دولت که در دولت خودش و دولت که تا خرخره درگیر و مبارزه با انگلستانه آمد و اون رفراندوم رو کرد و به مقابله با اون مجلس هنگامی برخواست از طریق اون همه پرسید اون نطق معروف رو هم کرد و ملت هم اون با اتفاق آرا به اکثریت مطلق آرا نزدیک به مطلق آرا رأی به انحلال مجلس داده شد و میدانیم که دیگر اینجا بود که دیگر چاره جز بوده تا کردن این کودتای نظامی بله برای کودتاچیان راهی دیگر نماند بنابراین سخنان امشب به کوتاه میکنی با این شعر بلند نه شعر بلند که میگم با نام بلند بله بله جا بازم باز یه نکته دیگر اشاره کنم که
این نحوه برخورد با مصدق رو میشه معیار سنجش جریان‌ها، گروه‌ها و حاکمیت‌ها دونست که اینا مستقلند و آزادند یا خیر؟ بدون تردید میتوان از مصدق ایراد کرد، میتوان از دولت مصدق انتقاد کرد، میتوان این پرونده گشوده رو بازبینی کرد، اما این مسئله و این کل مصدق و دکترین مصدق و شخصیت مصدق در کلیت خود و در اون رسالت تاریخی که به خوبی انجام داد احده گرفت و بعد به سامان رسند و فرزندان تاریخش امروز در میدانهای مبارزه هستند، کل این جریان رو به دید پرسش بردن، چه از طریق بزرگ کردن قوام، چه از طریق از طرف گوناگون مسلمان ندانستند و بعد از اینکه کاری نکرده و بعدم از اینکه بهتر از اینها میتونست با بیگانه ها کنار بیاد حاکمیت و حکومت رو ادامه بده و از این داستان. بله این جریان به کلی زیر پرسش گرفتن. بله دقیقا این معیار بازشناسی گروه ها، اشخاص، شخصیت ها هست که اینها چقدر به آزادی و بهروزی و به استقلال در معنای تاریخیش، به استقلال و آزادی مردم ایران و میهن ما بستگی دارن یا ندارن. بله این خودش یک معیاره. بله درود به شما. خاطر این من هست که ما میبینیم که نه نظام پیشین در وجود شخص شاه و نه نظام مافیای ولایت فقیه در وجود خمینی هیچ کدوم ابا نکردن که دشمنی آشکارشون رو با مسلس چه در زبان، چه در قلم و چه در قدم انهان کنن. همچنان که فرزانگان هم راه او افتخار کردن و میکنن. رود در شما باد. به سید ابوالقاسم کاشانی اشاره کردید، رهبر و ولی و رهنمای خمینی. اجازه بفرمایید من هم به پایان به مصاحبه‌ای که چند روز پس از کودتای ننگین خیانتبار 28 مرداد ایشون کرده و در اونجا چهره استقلال و آزادی رو هم در ایشون و همین رژیمی که سایش بر سر این رژیمه و استقلال و آزادی میگن رو برای شنوندگان عزیز بخونم و این بحث رو در اینجا به پایان برسونیم. که مخبر روزنامه المهدی از کاشانی میپرسه آیا عقیده دارید که دکتر مصدق برای برقراری رژیم جمهوری فعالیت میکرد؟ کاشانی پاسخ داد آری برای برقراری جمهوریت میکوشید. مصدق 4 ماه قبل میخواست که شاه را از ایران اخراج نماید، منظورش 9 اسفنده، ولی من نامه‌ای به شاه نوشته و از او خواستم که از مسافرت خودداری نماید و شاه هم موقتاً از فکر مسافرت منصرف شد. 1 هفته قبل مصدق شاه را مجبور کرد که ایران را ترک نماید، اما شاه با عزت و محبوبیت روز بعد بازگشت. در اینجا ملت شاه را دوست دارد و رژیم جمهوری مناسب ایران نیست و چقدر درست گفتند و گوشهای ما در اول انقلاب چقدر کر بود. کاشانی در ادامه مصاحبه خود با مخبر روزنامه المهدی ابراز داشت که مصدق با عدم اطاعت اوامر شاه قانون اساسی را عملا پایمال ساخته و طبق شرع شریف اسلامی مجازات کسی که در فرماندهی و نمایندگی کشورش در جهان خیانت کند مرگ است. یعنی مرگ همواره از فکر و ذهن و درون این موجودات میباریده و امروز هم شاهدیم. بفرمایید بپردازیم به سروده ستاره جاوید. بله برای مصدق در آسمان وطن ای
تار یکتایی میان اون همه اختر هنوز تنهایی، را چه نور به گوهر سرشته زمان، در چه دور شدی بیشتر هویدایی. تو ای ستاره دنبال دار آزادی، هنوز در ره پیموده روشنی زایی. اگر چه رهبر دیروزهای ما بودی، هنوز راهبر رهروان فردایی. به نیش و طعنه ناپختگان نیازردی، بزرگ مردی و بر کودکان شکیبایی. هر اون که دامن آلوده خواست پاک کند، و آبروی تو زد دامنش که دریایی. هر اون که موند به کارش دوباره یادت کرد، مگر تلسم گشایی، مگر مسیحایی. عدوی جان تو هم یزدگرد و هم حجاج، برفت اون یکو این هم ربست تو بر جایی. معاندان تو خودکامگان کهنه و نو به نوبتن در این ره گذر، تو مانایی. به هر زلائی این قاریان مرگ چه باک، به پای تو نرسد دستشان که والایی. ترشته است زمان نام تو به نام وطن، در افش میهن مایی همیشه بر پایی. به نام پاک تو ایران هماره می بالد، و ای ستاره جاوی مشعل مایی. باریس تیرمای دار سد و شسته که خورشیدی یادم میاد که در نخست میلوهایی بود که سده بودیم شبی من دلیل اتاق کوچیکی که شام دوبار میگیم به زبان فرانسه، در لغت یعنی اتاق خلوت، در لغت یعنی اتاق خلوت، در اصطلاح یعنی اتاق خلوت. بس جای کار کوتاه بود، مثلا تصویرهای برای شب سهمی از من لیلی ریاهی دختر شاید زبان تیمسا از ترتیب ریاهی رئیس داد ارتش مصدق در زمان مصدق، بله، طرحهای کشته بود و مال این دنیان این طرحها طرح مصدق و دکتر فاطمی هر دوشون خیلی خیلی خوانا شد و خیلی زیبا. من یادم من حد کرده بودم چشمم افتاد به این نگاره مصدق و این شعر به راحتی نوشتم که روی از حافظه می نوشتم. بله قد شد یک کلمه دو کلمه شهدت کردم بعد به یک دوران. درودتان باد. آره با هنگامی دیگر بر توان جوانان ما، دختران ما، پسران ما در میدانهای رزم، در خیابانهای اعتراض افسون باد. تاریخ ایران، مادر ایران نگران اونهاست که این فرزندان جوان آینده او را چگونه رقم خواهند زد، که حتما کارنامه درخشانی تالاد نشون دادن همچنان هم نشون خواهند داد. و این که هرچند که راستی دشمن تاریخی مردم ما همه نیروهای خودش بسیج کرده برای سرکوب نیروی جوان پرهیزگر دانشجوی دانشور ما، با این همه شواهد تاریخی نشانی آن است که با این همه رهنوردها می دانند از نیمه گذشته شد سحر. با درود هم به شما سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگیم و براتون بهترین ها را آرزو دارم. اوقات بر شما خوش. بدرود. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر نعمت آذر درباره اینکه مصدق کیست و چرا و چگونه است که تمامی ستمگران و
ستمکاران، چه مستبدین داخلی و چه غارتگران خارجی، همگی همواره با او در ستیزند، چه نظام شاهی و چه نظام شیخی. و هنوز هم پس از چند دهه و حدود نیم قرن، پیکرش و امانتگاه آن همچنان در محاصره است. و حتی کسانی که در آغاز انقلاب شعار جاویدانه استقلال و آزادی دولت او را به سرقت برده و ربودند، امروز حتی بدتر از روزهای رژیم گذشته خانه و مزار او را ممنوع و حتی از ورود اعضای درجه یک خانواده او ممانعت می نمایند. این که بسیاری گمان نمی بردند که آن مبارزات در نسلهای پیوسته ادامه پیدا کند تا نابودی و سرنگونی رژیم ضد مشروطیت و ضد آزادی و ضد استقلال و نظام بعدی هم از حضور خاطر مصدق همچنان در هراس و وحشت باشد. سیلی اسلام، نام دیگر کودتای 28 مرداد، جانشین خلیفه خمینی، باید توضیح بدهد چرا به تیست بین کودتای ننگین و خیانتبار 28 مرداد و سیلی اسلام، هرچند از حضور کاشانی و بهبهانی در آن کودتا میتوان به مفهوم آن پی برد. مصدق در یادداشت‌هایش درباره کودتا نوشت: تقسیم پول‌های بیگانه و علمای فاسد. مصدق پرچم است، مصدق یک راهنماست و یک واقعیت تاریخی. ما در هیچ دوره‌ای به اندازه آن دو سال و چند ماه نخست وزیری مصدق نه روزنامه داشته ایم و نه اینقدر آزادی که از چپ سنتی گرفته تا راست درباری همه گونه ناسزا و توهین به مصدق می کردن. سازمان دانشجویان و به ویژه دانشجویان دانشگاه تهران در آن دو سال و چند ماه بازوی پرتوان اجرایی جبهه ملی و دولت مصدق بودند. جنبش دانشجویی فرزند نهضت ملی ایران است. فرخنده 90 سال بزرگ بانوی فرهنگ و دانش و قصه نویسی مدرن و صبوری، دکتر سیمین دانشور، استاد دانشگاه خجسته‌باد، شاه و کاشانی و زاهدی و دربار و مظفر بقایی، طراحان ربایش و قتل افشارتوس، که قاتلین او در مجلسی که کاشانی رئیس آن بود مخفی شدند، مصدق با آن همه بزرگی اندیشه و استواری و سروقامتی در فروتنی و تواضع و افتادگی برترین ها بود و هیچگاه ادعای رهبری و فرماندهی نکرد و همواره به خدمتگزاری مردم افتخار می کرد. مصدق معیار سنجش جریان‌ها و گروه‌ها و حاکمیت‌های مستقل و آزاد با نیروهای مستبد و وابسته است. دو سروده روز بلند 16 آذر و ستاره جاوید توجه می‌فرمودید. این گفتگوها بر روی یوتیوب، فیسبوک و توییتر هم قابل دسترسی است. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما بدرود میگیم و براتون بهترین ها رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.